دو نشانه مهم و با ارزش در مورد گوردخمه هایی که در نقاط کشور وجود دارند دقیقا به این حالت دوستان عزیز که شما در این تصویر میبینید. خب نشانه ای که در اینجا قرارگیری داره سمت راست، خب دوستان این نشانه تقریبا جزو گوردخمه هایی به حساب میاد که در مناطق شمال غربی و غرب دیده میشه، یعنی تو سنگ های بزرگ، صخره های بزرگ و تقریبا کوههایی که حالت صقل‌العبور رو دارن، معمولا جاهای بسیار بلند و ارتفاعات زیادی هستن. خب این نشانه دقیقا تو اون مناطق دیده شده و تو اون مناطق هستن. بعد نشانه دومی که شما در این قسمت مشاهده میکنید جزو گوردخمه هایی هستند که در مناطق تقریبا از چهارمحال بختیاری بعد قسمت های شیراز، اصفهان به طرف جنوب دقیقا به این حالته. حالا قسمت جنوب کشور چون کمتر دیده شده از کوها و صخره ها، اونها تقریبا داخل غارهایی که به شکل تقریبا غارهایی که زیر آب بودن، حالتشون نشانه گوردخمه هاشون مثل یک دخمه هست عمل میکنه. بعد سنگچین هستن، کلن با سنگ جایگاه رو درست کردن و یعنی دقیقا مثل خود سنگ نیست که اون رو ترش داده باشن، مثل همینایی که تو مناطق غربی و تقریبا جنوب کشور وجود داره. خب این نشانه ها دوستان نشان دهنده این هست که شما میفهمید که چه قوم هایی بودن و در کجا زندگی میکردن و اینکه این نوع گوردخمه ها دقیقا اموال بسیار با ارزشی رو دارن، همچین اگر همچین نشانه هایی رو داشته باشن، چون معمولا داخل همین گوردخمه ها یک اتاق سنگی مخفی وجود داره. البته در این دو تصویری که شما مشاهده میکنید، تو این دو تا تصویر دوستان داخل اینها اموال بسیار با ارزش پیدا میشه. قسمتی که کوههای صقل‌العبور، صخره‌های بزرگ هستن و مشخص میشه که آیین و پیشینه اینها کجا بوده و از روی این نشانه ها شما میتونید بفهمید که این مال چه گوردخمه ای هست و مال چه دوره ای هست. دو حالت وجود داره دوستان. گفتم اونایی که در مناطق جنوب هستن معمولا دوستان خیلی کم به وجود اومده و نشانه خاصی رو نداره، خب به حالت تقریبا سنگچین خوش استفاده شده، چون در داخل اون غارهایی که گفتم از سنگ ها استفاده میکردن و جالب اینجا بدونید که از ملات ساروج استفاده نمی کردن، یعنی کلن در مبحث گوردخمه ها به هیچ عنوان از ملات ساروج، خب چون کاملا تراشه دست بوده، یعنی کاملا سنگ رو تراش می دادن و دقیقا پایین و بالای اون رو کاملا در می آوردن. خب دوستان عزیز دقیقا این دوتا نشانه حاکی از گوردخمه هست. اگر شما همچین نشانه هایی رو دیدید مطمئن باشید گوردخمه ای در اطرافتون هست، مگر اینکه بعضی از این نشانه ها در جاهای حساس بیاد. چون ببینید این نشانه هایی که در اینجا قرارگیری داره دوستان دقیقا بر روی صخره صاف مانند و یک هم حالتش بلند و شاید 3-4 متر باشه اون صخره، بعد کاملا مشخص هست که این یک نشان اینجا کار شده. معمولا همچین نشانه های کوچکی که در زیر سنگ های تقریبا سست یا جاهای حالت آبراه هستن، اینها اثباتی ندارن، شاید اصلا جزء گوردخمه به حساب نیاد یا به عنوان محل جغرافیایی ازش استفاده میشه. چون معمولا گفتم علامت مثبت یا همون به علاوه با همین گردی های کوچکی که در قسمت های خاص میاد، حالا بر روی سنگ متحرک یا بعد تقریبا سنگ هایی که یک مسیری کار میذاشتن به این حالت. دوستان باید بدونید که نشانه دقیقا مربوط بشه به خود گوردخمه. خب ممنون و سپاسگزارم، حتما ویدیو رو لایک بکنید. با تشکر فراوان.